جایزه اول در مسابقه اسب دوانی که روز شنبه گذشته در ایپودرومی مرکزی برگزار گردید با انوشیروان رستم نبیره رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان پسر رستم امام‌علی سزاوار گردید. در این خصوص رادیو آزادی تکیه به منبع خود خبر می‌دهد. اسبی او با نام رخش با مره از دیگر اسبان اول آمده است. با غالب کلید نقلیات تمغه مرسدس و با مقدار 3000 سومانی مکافات پولی داده شد. در اسب دوانی که از طرف ماموریت رستم امام‌علی وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون ورزش عید اسب دوانی تاجیکستان تشکیل شده است، اسبان ذاتی محلی انگلیسی، ترکمنی از پایتخت خوجند، وحدت، راغون، اینچنین از ناحیه اشت، دنغره، فیض‌آباد، فرخار، خوالینگ و خراسان اشتراک ورزیدند. یادرس میکنیم که رستم امام‌علی سال 2009 ازدواج کرده است، ولی در خصوص سن و سال پسرش در خبر گفته نشده است. جالب دقت است که چنین حالت‌ها یکمین دفعه نیست و ظالمان کشورهای مسلمان نشین سابق اتحاد شوروی یا اینکه فرزندانشان در مسابقه های مذکور جایزه های اول را اشغال می نمایند. همین طور ماه می سال جاری رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف در مسابقه اسب دوانی غلبه کرد و صاحب نقلیات تویوتا لند کروزر پرادو گردید. در ماه اکتبر سال 2016 باشد، سه پسر خردسال رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف در مسابقه کودکانه جنگی به ترتیب غلبه کردند. استفاده برندگان سامانه های اجتماعی غلبه های مذکور را با لوحه های فیلمی کمدی دیکتاتور که از طرف سینماگران هالیوود صورت گرفته شده است قیاس میکنند که در آن قیافه جمع نموده حاکمی عرب در اولمپیاده تشکیل کرده خود غلبه میکند.